سلام دوستان، من امیر یاری هستم، مدرس عکاسی و فتوشاپ و توی این ویدیو از وبسایت دیجیمیج میخوام به شما یاد بدم که چجوری یکی از سخت‌ترین انواع پوست‌ها رو روتوش بکنین. خب همونطور که میبینین روتوش این چهره یک کمی مشکله، چون که لکه‌ها و جوش‌هایی که روی اون هستش اندازه یکسانی با همدیگه ندارن. یه سری از اونها خیلی درشتن، یه سری از اونها خیلی ریزن. میخواییم که این لکه ها و جوش ها رو برطرف بکنیم و در این حال اون بافت صورت رو که در اینجا داریم میبینیم رو هم حفظش بکنیم. خب میدونم که این کار خیلی سخته، به هر حال یه وقتایی حتی عکسای عروسی رو من ادیت دارم میکنم یه همچین شرایطی رو داره، یعنی حتی بعد از آرایشی که روی پوست یک مدل یا روی پوست یک صورت عروس هم انجام میشه باز هم جوش های خیلی درشتی هستش که باید اونا رو برطرف بکنیم. خب بنابراین اگر که بخوایم روی کمچین عکسی کار بکنیم، اول باید تصمیم بگیریم که جوش های کوچیک و درشت رو به طور جداگونه تا چه حد باید محو بکنیم. برای این کار من اول میام از این لایه بک‌گراندم یک کپی میگیرم. اجازه بدیم من پنل لایه ها رو جدا بکنم و اینها رو دیگه لازم ندارم میبندم، فقط پنل لایه ها رو بیارم اینجا بذارم که بتونیم راحت ببینیم داریم چه کار میکنیم. خب من از این لایه عکس هم یک کپی میگیرم، میتونم بکشم و روی این آیکون رها بکنم، یک کپی ازش درست میشه. بذار اسم اینم همین الان عوض بکنیم، مثلا من اسم این رو میذارمش اسمال، برای اینکه میخوام جزئیات ریز رو روی این کار بکنم. یه دونه کپی دیگه هم این همون میگیرم، اسم این یکی رو هم میذارم مثلا بیگ، فقط برای اینکه اسمش یادم بمونه. خب این لایه بیگ رو میبرم بالا. خب الان ترتیب لایه هامون یک لایه به نام بیگ، یک لایه به نام اسمال و این هم لایه پسزمینه‌مونه که فعلا باش کاری نداریم. لایه اسمال رو انتخاب میکنم. این لایه برای محو کردن جزئیات خیلی ریزه. تصویر کمی جلوتر میارم بتونم خوب ببینمش. لایه اسمال رو انتخاب میکنم. از اینجا میرم سراغ منوی فیلتر، میرم سراغ گزینه محو کردن همون بلر و گشن بلر رو انتخاب میکنم به این صورت. خب از اینجا مقدار محو شدگی رو باید اول از مقادیر خیلی پایین شروع بکنیم. من این رو میارم مثلا رو مقدار یک. دقت داشته باشین حتما این پیش نمایشی که در داخل این پنجره داریم میبینین روی حالت 100% باشه. معنیش این هستش که لازم نیست حتما پیش نمایش روی خود تصویر نگاه بکنین، همچنین اگر که دارین روی این حالت هم نگاه میکنین خیلی عقب نبرینش مثل این، یا خیلی جلو هم نیارین مثل این. اون رو روی حالت 100% ببینین تا دقتی که دارین باهاش محو شدگی رو انجام میدین کامل باشه، درست باشه. روی حالت 100% قرار میدم، بعد میام در داخل این پنجره ریدیوس و دکمه اسکرول موسم یا همون دکمه وسط موسم رو اینطوری به سمت بالا میچرخونم. انقدر این رو میچرخونم تا اون جزئیات ریز به طور کامل محو بشه. بسیار خوب، الان دیگه میتونم ببینم که جزئیات ریز به طور کامل در اینجا محو شده. بعد از اینکه این مقدار محو شدگی رو انجام دادیم دیگه جلوتر نرین، زیاده روی نکنین، همین مقدار که فقط جزئیات ریز محو بشه کافیه. وقتی که به این مقدار رسیدیم دکمه اوکی رو کلیک میکنیم. خب میبینیم الان اینجا، البته بذار من این بیگ رو خاموش بکنم، اینجا یک محو شدگی روی این عکس داریم میبینیم که روی لایه اسمال هستش، هنوز با لایه بیگ کاری انجام ندادم. حالا میرم سراغ لایه بیگ، یعنی اون لایه بالاییه، و این لایه بالایی رو با این لایه پایینی ادغامش میکنم. ببینیم لایه بالایی رو الان انتخاب کردم، وقتی که انتخابش کردم میرم سراغ منوی ایمیج، اپلای ایمیج رو میزنم. الان این لایه میتونه با لایه زیرینش با هم ترکیب بشن. در اینجا یادتون باشه حتما روی گزینه لایر، گزینه‌ای که به عنوان سورس میخواد انتخاب بکنه، اون لایه اسمال رو انتخاب بکنین به این صورت. بقیه گزینه‌ها رو به همین شکل بذارین، یعنی اینجا جلوی اسکیل حتما عدد 2 و جلوی آفست حتما عدد 128 باشه. وقتی این دوتا رو انجام دادین گزینه بلندینگ یا آمیختگی رو حتما از روی حالت نرمال که پیش‌فرضش روی حالت نرمال بردارین و اون رو بذارینش روی سابترکت به این صورت و دکمه اوکی رو بزنین. الان تصویر ما یک تصویر کمرنگیه، یک لکه هایی رو داریم روش میبینه، یک جلو بیاری میتونین تقریبا ببینینش. بسیار خوب، الان این تصویر خیلی فعلا به درد ما نمیخوره،
البته هنوز یه سری کار مونده انجام بدیم. این تصویری که الان آمیخته شده رو من باید جلوه آمیختگیش رو یا همین حالت آمیختگیش رو از اینجا از روی حالت نرمال بردارم و اون رو ببرم روی یکی از این حالتهای کنتراست که در اینجا هستش. مثلا یکی از حالتهای خوبش همین لینیر لایته به این صورت. تصویر اگر جلو بیاریم میبینیم هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. دلیلش این هستش که لایه زیرین هنوز خودش این لکه ها رو داره. به همین علت لایه زیرین یا اسمال رو انتخاب میکنم و بعد میرم سراغ گزینه فیلتر و اون رو محوش میکنم. یادمون باشه که این مقدار روتوشی که داریم میکنیم ممکنه بعداً نظرمون عوض بشه و بخوایم کم و زیادش بکنیم. اگر الان من این رو محوش بکنم، یعنی گزینه گشن بلو رو بزنم، خود لایه به طور کامل محو میشه. این فیلتر قابل برگشت نیست، یعنی هر مقداری رو که استفاده بکنین روی خود لایه استفاده میشه. بنابراین قبل از اینکه این کارو بکنم اول لایه‌ام رو تبدیل به یک اسمارت آبجکت میکنم که بعداً بتونم فیلتر رو اگر خواستم دلم خواست کم و زیادش بکنم. میام روی این اسمال، روی این لایه اسمال یه راست کلیک میکنم و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم. الان این لایه تبدیل به یک اسمارت آبجکت شده. بنابراین هر فیلتری که من روش استفاده بکنم میتونه به عنوان یک فیلتر هوشمند حساب بشه و بعداً من میتونم برم سراغش مقدارش اگر خواستم کم و زیاد بکنم. میام روی گزینه بلر و از اینجا گشن بلر رو انتخاب میکنم. یادمون باشه دوستان، گشن بلر رو که دارین از اینجا انتخاب میکنین حتما باید مقدارش یک مقداری باشه که این محو شدگی رو، یعنی در واقع این لایه رو به طور کامل اون دونه های درشتش رو، اون لکه های درشتش رو محو بکنه. این چون قبلی رو که من زدم روی 5 بودش همچنان رو اون اومدش. این رو باید هی آروم آروم زیادش بکنیم، هی بیشترش میکنیم. ببینید داره یه اتفاقهایی اینجا میافته، البته هنوز خیلی کمه. میبینید داره لکه ها رو کم کم حذف میکنه. بذاریم بیشترش بکنیم، داره بهتر میشه. هر چقدر این رو بیشترش بکنیم بیشتر اون محو شد، این لکه های بزرگ رو محو میکنه. مثلا اون رو میزنم شه مقدار مثلا 45 واسش خوبه. البته خیلی به این محو شدگی دور کاری نداشته باشین، ما بعدا اون رو درستش میکنیم. دکمه اوکی رو میزنم. الان میبینیم که این یک اسمارت فیلتره. دلیل اینکه این اسمارت فیلتر کردم اینه که یه وقتی بعدا پشیمون شدم میتونم روش دوبار کلیک بکنم روی این گشن بلو و مقدار این رو کم و زیاد بکنم دوباره. خب الان که این کار رو انجام دادم، حالا دیگه نمیخوام همه جای پوست رو این شکلی محو کنه. میخوام که این رو روش یک ماسک بذارم و فقط جاهایی رو که میخوام رو استفاده بکنم. به همین علت در حالی که این لایه فعال هستش روی دکمه ماسک یک بار کلیک میکنم. ماسک سفید میادش. دکمه کنترل آی رو میزنم تا ماسکم برگرده به حالت سیاه و فقط جاهایی رو که میخوام رو بتونم با قلمو، یعنی ابزار قلمو رو بردارم و فقط جاهایی رو که میخوام رو با رنگ سفید بکشم. اندازه قلموم رو یه خورده کوچیک‌تر میکنم با دکمه های برکت چپ و راست. قلموم میخوره کوچیک‌تر، یعنی تو راست کلیک میکنم فرق نمیکنه. اندازش یه خورده کوچیک‌تر میکنم و شروع میکنم جاهایی رو که میخوام این فیلتر تاثیر بذاره رو اینطوری با این قلم میکشم. ببینین به این صورت اون لکه های شدید روی پوست رو برطرف میکنیم. جاهای مختلف پوست رو که اون لکه ها رو میبینیم رو اینطوری روش میکشیم. بسیار خوب. روی لبش رو هم میکشم. اینجا روی بینیش هم یه مقدار از اون لکه ها داره. اینها رو هم میکشم. اگر جایی میبینیم که این داره اون سایه ها و اینا رو از بین میبره، میتونیم با قلم سیاه، یعنی با رنگ سیاه دوباره اونها رو بکشیم. مثلا میتونیم اینا رو ببینیم، الان گوشه های لب رو مثلا من اشتباهی با قلم سفید فرض بکنم اینجوری بکشم، این از بین میبره. قلم سیاه رو برمیدارم و اینها رو میکشم که حالت لب از بین نره. دوباره با قلم سفید جاهای مثل این رو میکشم. بسیار خوب. این جاهایی که الان لک افتاد دوباره با قلم سیاه اینها رو میکشم. دوباره قلم سفید این جاهایی که رنگ های یک دست دارن رو به این صورت. بسیار خوب، الان میبینیم که تا یک حد زیادی اون لکه ها برطرف شدن. اما اشکالی که وجود داره اینه که یک قسمتی از بافت صورت هم از بین رفته، یعنی بافت اون دونه کامل رو نداره. یه جاهای اینطوری لکه های درشت رو دارم من میبینم. به همین علت دوباره میام سراغ لایه بکراندم و ازش یک لایه جدید هم میسازم به این شکل. اسم این رو مثلا میذارم شارپ. مثلا این لایه جدید رو میبرم روی همه لایه ها میذارم در بالا به این شکل. خب
این لایه رو من میخوام برای شارپ کردن اون جزئیات ریز استفاده بکنم، یعنی برای شارپ کردن این جزئیات ریزی که در اینجاها وجود داره و الان از بین رفته. برای همینم من لازم ندارم که از رنگ اون استفاده کنم، اصلا رنگش رو لازم ندارم، میتونم برم سراغ منوی ایمیج، ادجاستمنت، دیساتوریت رو بزنم. بسیار خوب، رنگ اون لایه بالایی رو کامل برمی‌داره چون اصلا رنگش لازم نیستش. بعد میرم سراغ منوی فیلتر، روی گزینه آدر میرم و از اینجا منوی های پاس رو کلیک میکنم. های پاس در واقع کاری که انجام میده اینه که میاد رنگ ها رو کنتراستش رو، یعنی بر اساس کنتراست اونها رو جدا میکنه، یعنی برای شارپ سازی در واقع دارم ازش استفاده میکنم. مقدار این رو هم باید اینجا انقدر زیاد بکنیم، به این شکل بذاریم بیارمش پوست صورت مثلا اینجاها، مقدارش انقدر زیاد میکنیم که این دونهای روی صورت رو اینطوری ببینیم. همینقدر کافیه، اصلا همین مقدار 2 پیکسل براش کافیه. بعد این فیلتر رو اوکی میکنم به این شکل و از اینجا اون حالت آمیختگیش رو از روی حالت نرمال بر میدارم و میذارمش روی لینیر لایت به این شکل. ببینیم اینجا نبود، اینجا هست، دونای صورت تازه کامل برگشته. البته خب مقدارش هنوز خیلی زیاده، خود شدیده. بذاریم من اپاسیتی این رو کمش بکنم، مثلا میارمش روی 60-65. خوبه، نبود، هست. ببینین الان این بافت صورته، اینجا نیست، هست، نیست، هست. میبینین الان بافت صورت در این قسمت کامل برگشته. البته من نمیخوام همه جا رو شارپ بکنه، برای همینم میتونم مثلا این رو روش یه دونه ماسک بذارم، آلت نگه میدارم روی ماسک کلیک میکنم، ماسک سیاه میاد، قلممو برمیدارم و فقط جاهایی رو که میخوام یه کمی شارپ سازی انجام بشه به این شکل روی پوست میکشم. لازم نیستش همه جا رو باهاش شارپ بکنیم، یادمون باشه به این شکل جزئیات ریز رو شارپ میکنم و تازه جزئیاتش با اون جاهایی که من آن رو توشش کردم یکسان بشه، یعنی با اون چیزهایی که مونده. خب الان میتونیم ببینیم که این لایه هایی که استفاده کردیم جلوه آمیختگی خوبی دارن، این رو نسبتاً پوست رو روتوش کردن. البته یه چیزی هم بگم، اینجا این لایه بی رو انتخاب میکنم، یه خورده الان به نظرم کنتراستش اینجا زیاده، اینجا خیلی دونه درشت شده روی پوست. میتونم از جلوه آمیختگی دیگه استفاده بکنم. ببینید اینجا کل این محدوده همه جلوه آمیختگی کنتراست هستن، میتونیم اونای دیگر هم انتخاب بکنیم، مثلا هارد میکس، این که هیچی، بذارین اینهای دیگر رو ببینیم، پین لایت، خب این خیلی محوه، مثلا لینیر لایتی که الان داشتیم استفاده میکردیم، ویوید رو انتخاب میکنیم، فکر کنم ویویده بد نیست، میتونیم هارد لایت یا سافت لایت یا اوورلی رو انتخاب بکنیم. به نظرم اوورلی و ویوید خوبن، میتونم حالا بین این دوتا انتخاب بکنم، ویوید این بهتره. خب این رو روی ویوید میذارم. یادمون باشه این جلوه آمیختگی که الان اینجا داریم براش انتخاب میکنیم یکی از اینها باید باشه، اینها همشون برای آمیخته کردن بر اساس کنتراست هستش. خب بعد از این کار رو انجام دادم، حالا یک کمی هم میتونم یک لایه تنظیم کننده بذارم روی همش. این لایه بالایی رو انتخاب میکنم، یک لایه تنظیم کننده، مثلا یه برایتنس و کنتراست میذارم، یه خورده برایتنسش یا همون روشنیش رو بیشتر میکنم. بسیار خوب، یه خورده هم کنتراستش رو بیشتر میکنم. خوبه، خب ببینید این تاثیرش بود، خیلی هم خوب. خب الان روتوش صورت ما تکمیل شده، دکمه آلت رو نگه میدارم روی این آیکون چشم کلیک میکنم، این قبل، این بعد، این بود و این شد. به این شکل ما تونستیم این تصویر رو با این روشی که الان صحبت کردیم جوش های صورت رو روی پوست برطرف بکنیم و یک پوست زنده دارای بافت رو نگه داریم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. یادتون باشه که خیلی آموزش های دیگر رو میتونید روی وبسایت من ببینید، همشون به صورت رایگان هستن، همشون رو میتونید با کیفیت خیلی بالا هم نگاه بکنین، هم میتونید دانلود بکنین بعدن ببینینشون. و اینکه اگر این آموزش ها رو دوست داشتین ممنون میشم که هم به دیگر رو معرفیش بکنین، همین که توی کانال یوتیوب هم اونجا لایکش بکنین، به این خاطر که وقتی تعداد سابسکرایبای من، تعداد ثبت نام های من توی اون کانال بالا بره به من یه سری امکانات میده که من میتونم ویدیوهای بهتری رو براتون درست بکنم. موفق و پیروز باشین. عکس بخیر.